سلام دوستان، خوش اومدین در کانال خودروی فراری 296 جی تی بی هستیم که یه ماشین سوپر اسپورت فوق‌العاده زیباه. تو ادامه ویدیو اطلاعات بیشتر بهتون میدم، امیدوارم خوشتون بیاد. در مورد رنگ فوق‌العاده‌اش هم بگم که این مدل رنگ بندیش اسمش هست روزو فراری، بعد که اینو میتونین هم حالت کاستوم داشته باشین که مساحت اسپورت داشته باشه و نزدیک 30 مدل رنگ بندی مختلف داره که من سعی میکنم توی ویدیو بهتون نشون بدم که الان ما از نزدیک داریم میتونیم یه بار نزدیک تر بیایم بدن هم ببینیم. یه رنگ قرمز فوق‌العاده زیبا داره، اینجایی که نور هست میتونیم مثلا نشون بدیم که فوق‌العاده رنگ بندیش زیبا، یعنی میانی توی نمایشگاه اولین ماشینی که ما چشمون خورد همین مدل بود که جلوتر رنگ‌های مختلفش هم بهتون نشون بدیم. خب اینجا هم در قسمت عقبش که موتورش هست و یه سری آپشن داره که میتونین شما یا رنگ بدنه اصلی باشه یا قسمت کربن استفاده کنین. در مورد رینگش هم بگم که این اطلاعاتی که خود کمپانی اعلام کرده نزدیک 7 تا مدل شما رینگ میتونید انتخاب کنین و نزدیک 5 مدل رنگ بندی خود بریکش رو میتونید تغییر بر اساس رنگ بدنتون میتونید رنگ ترمز رو تغییر بدین که یکی از آپشن هایی که داره که سعی میکنم توی ویدیو هم حتما بهتون نشون بدم. اکستریور این مدل هم دو تا پکیج داره، یعنی یکی یه پکیج که حالت ساده هست، اینجا میبینید که پلاستیک های ساده هست، یه حالت هم داره که کربن هست که سعی میکنم تو کانفیگوراتون بهتون بدم. اینجا که داری میبینید اینجا الان پلاستیکه، بعد حتی سایت کیتس هاش هم اینجا هم کلن همش کربن فایبر میشه و میتونیم بیایم حالا اگه بتونیم فیلم بگیریم قسمت عقبش هم اینجا هم همش کلن کل این بامپر عقبش هم اینجا همشون کربن فایبر میشه که میتونید یه نمای عقب رو با هم ببینید از اینجا که فوق‌العاده زیبا است. این هم سیستم هایی که برای حتی اینجا سیستم اگزوزش داره که میبینید که از در اثر حرارت یه مقدار تغییر کرده، فوق‌العاده زیبا. در مورد اینتریوش هم که یه سری اطلاعات هستش که جلوتر بهتون میگم. در مورد صندلی‌هاش هم هست، یه 5 مدل صندلی داره که دو تا مدلش فول کربن فایبر هستش که بعد میگم روی هزینه ماشین میاد که اینا هم سعی میکنم بالا بهتون نشون بدم و میتونم یه نمای داخلی ماشین اینجا نزدیک داشته باشید. در مورد پکیج چرم اینتریوش هم نزدیک 15 تا مدل داره که کلن رنگ‌بندی حالا بعضی هاشون بس نوع صندلی که انتخاب بکنید تغییر میکنه که قسمت حالا دستگیره هست روی در، حالا تو قسمت داشبوردش اینا کلن یه مقدار تغییر میکنه که من تو بالا حتما بهتون نشون میدم که میام گفتم نزدیک 15 مدل رنگ‌بندی مختلف که بر اساس سلیقه مشتری که بدنه بیرونش با داخلش مثلا چه رنگ‌بندی هایی داشته باشه. خب
در مورد پکیج داخلیش هم که خیلی آپشن های مختلف نداره، یعنی دو تا حالت داره، یا اینکه کربن فایبر باشه یا نباشه، که بر اساس اون حالا فرمون، حالا داشبورد و یه سری قطعات کلا تغییر میکنن، که حالا حتی شاسی هایی که برای تعویض دنده هست اینا کلا همش تغییر میکنه. میگم دو تا حالت بیشتر نداره، یا کربن هست یا بدون کربن. خب قسمت کارپتاش هم که برای زیر صندلی ها هستش، نزدیک هولوش 15 تا مدل مختلف داره، که اینا میگم همش بر سلیقتون هست که ست باشه با رنگ صندلیاتون یا تغییر داشته باشه، که همه اینا رو کلا میتونید تغییر بدین، که من حتما در بالای ویدیو هم رنگ بندیاشو بهتون نشون میدم که خیلی تاثیر داره تو زیبایی اینتریو. همونطور گفتم این ماشین هیبریده، یعنی ترکیب الکتریکی و با بنزینی، که دوتا در باک داره، یکی این سمت یکی اون سمت. اینجا هم که حالا میبینین شارژرش هست، حالا میتونین نزدیک ببینین که با خود کمپانی، با خود لوگوی مخصوصش، و اینا میاد توی بازار، یعنی کف مشتری میدن. و اینجا هم جایی هست که سوکتش معلومه که کانکت شده، دقیقا مثل همین ما اونبارم داریم، که حالا اینجا اگه بتونیم میتونیم لوگو فراری هم اینجا ببینید، خیلی عالی. خب همونطور که گفته بودم در مورد ماشین های هیبرید معمولا دوتا باک دارن، این بر باک بنزینیش هست که اینجا قرار داده، اون سمت هم که توی ویدیو قبلی بهتون نشون دادم که جایی که شارژر قرار میگیره، که میگم ترکیبی از الکتریکی و با انجین بنزینی هست، که سعی میکنم حالا یه سری حالا انیمیشن ها ویدیوهایی هست که در مورد انجینش جلوتر بهتون نشون بدم. طراحی آیرودینامیک آن نیز به گونه ای است که در حالت نیروی پایین LD و نیروی بالای فعال HD باعث بهبود عملکرد و ثبات در سرعت‌های بالا می شود. سیستم آیرودینامیک فعال در عقب که به همون اسپویلر معروف است، برای ایجاد نیروی اضافی طراحی شده که باعث بهبود هندلینگ و همچنین باعث بهبود عملکرد ترمزها شده است. موتور فراری GTB 296 ترکیب از نوآوری و قدرت است که با هدف ارائه عملکرد بی‌نظیر و تجربه رانندگی فوق‌العاده طراحی شده. این خودرو مجهز به یک موتور 6 سیلندر V-شکل با زاویه 120 درجه و توربوشارژ است که در مجموع 819 اسب بخار قدرت تولید می‌کند، که این موتور با یک سیستم هیبرید پلاگین ترکیب شده که امکان عملکرد بدون وقفه و تأخیر را فراهم می‌سازد. و موتور V6 و قرارگیری توربوشارژ ها در داخل V باعث بهبود مدیریت حرارتی محفظه موتور و اجرای الکتریکی می شود. این طراحی به موتور اجازه می دهد تا به توان بی سابقه 663 اسب بخار دست یابد، که نسبت به توان به حجم 221 اسب بخار برجسته را ثبت می کند، که در بین خودروهای تولید رکورد جدیدی برای GTB است. GTB دارای سرعت حداکثر 330 کیلومتر در ساعت است که می تواند در 2.9 ثانیه از حالت سکون به 100 کیلومتر بر ساعت برسد. این خودرو همچنین دارای سامانه ترمز پیشرفته ABS EBO و سنسور 6WCDS است که باعث بهبود کنترل و کاهش فاصله ترمز می شود.